سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ملائکه بر اهل ایمان نازل میشن، با اینا سخن میگن، بهشون آرامش میدن. الا تخافوا ولا تحزنوا، در بحرانها آرامش قلب بهشون میدن، حزن رو ازشون میگیرن، گرفتار هم آرومه. دیدین این آدم ها یه جوری تو هر شرایطی راحت، ریلکس، آرومه. معلوم میشه یه امداد غیبی پشت قضیه است، وگرنه خب انسان مضطرب میشه تو شرایط ناملایم، ولی آرومه. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا الا تحزنوا، اهل تقوا رو فرشتگان در کار خیر کمک میکنن، دائما حرف میزنن باهاشون. شیاطین هم حرف میزنن، ما هستیم که باید انتخاب کنیم سخنان و الهامات فرشتگان رو ارج بگذاریم و سخنان و القاعات شیطان رو زیر پا بگذاریم. شیطان میاد اولا فکر آدم رو میدزده. پناه بر خدا که در یه شرایط محیطی بعضی ها قرار میگیرن. کرارا من شنیدم در آلمان، در اینجا، تو مسائل خانوادگی مراجعه میکنن به قوانین دولت کفر خلاف قوانین خدا، اینا رو ملاک میگیرند و بعدم هم با او عمل میکنن، با او مال دریافت میکنن، با او هر کاری دلشون میخواد میکنن. این قوانین که در نظر خدا اعتبار نداره. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. بله، در نظم اجتماعی ما به قوانینشون احترام میگذاریم، قوانین رانندگی، قوانین مدنی، اینا رو احترام میگذاریم. فرد جامعه‌ای که باشیم به قانون اونجا باید احترام بذاریم، عمل کنیم. اما تو حقوق شخصیه که بین دو مسلمان یه قاضی کافر بخواد قضاوت بکنه، بعدم حرف او رو بر اساس قوانین کفر ملاک بگیریم، خلاف قوانین قرآن ما تن بدیم به یه سری مسائل، این که خب ظلم است و این که اعتبار نداره فلو خدا. و اینا رو آدم روز قیامت باید جوابگو باشه. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. سه آیه پشت سر هم در سوره انعام. باید مدار زندگی مؤمن حکم خدا باشه، نه احکام دولت کفر. عرض کردم در نظام اجتماعی محترم نمیکنه، اما در حقوق شخصی من نمیتونم طبق قوانین اینا از کسی چیزی دریافت بکنه یا برعکس. خواهش من. اعتبار نداره. ببینید، اگر یه وقت قاضی کافره اما به اصطلاح حرف حقی رو میزنه، کسی که صاحب واقعی مال بر اساس حکم خدا، اونم همینو میگه. خب که مال خودشه، این به اعتبار حکم او صاحب اون مال نمیشه، صاحب اون مال هست، این میتونه تصرف کنه. اما در یک اختلاف خانوادگی، اینجا یه قوانینی داره، قوانین اجتماعی حرف دیگریست، بین زن و شوهر قوانینی داره که این قوانین از نظر خدا پذیرفته نیست، قانون خدا متفاوته. اگر قاضی بر اساس او بیاد حکم بکنه، نه حکم او و نه این قانون موجب نمیشه که اون مال بر انسان حلال بشه. اگر در قانون خدا حلال نیست، با قانون اینجا حلال نمیشه. بله، از نظر اینکه قانون خدا معتبره نه قانون. فرض بفرمایید، حالا من به نفع خانم ها بگم، اینجا اگر مثلا گفتن که مهر دادن مرد لازم نیست، ولی در قانون شریعت مرد موظف مهر رو بپردازه، مثال میزنیم،
اگر مردی بره بر اساس حکم قاضی اینجا دستور بگیره که این مهر رو نپردازه، او خب گناه کرده و مالش مال حرام میشه، اون حق رو نپرداخت. از اون طرف خانم ها همینطور، اگر بر اساس حکم قاضی اینجا و قانون دولت امریکا مالی رو از شوهر بگیرن که در قانون الهی این مال حق اونا شناخته نمیشه، خب این مال جایز نیست. طرفین قضیه هم ما باید در روابطمون مراقب باشیم، حکم خدا رو عمل کنیم. قاضی اینجا اگر حکم طلاق بده، این طلاق واقع نمیشه، یعنی معتبر نیست. باید کسی که مسلمانه به قوانین شرع الهی عمل بکنه، وگرنه آدم گرفتار میشه، وقت آثار سویی هم. پروردگارا دلهای ما رو به نور قرآن و معارف محمد و آل محمد از آنچه هست نورانی تر بفرما. خدایا ما رو کمک کن که در این دنیای پر جنجال کنونی که شیاطین در این دنیا بسیار فعالند، ما و فرزندان ما در پناه امام زمان در امان بمانیم. خدایا دلهای ما رو لحظه ای از قرآن و امام عصر جدا مفرما. پروردگار رو دست با عنایت امام عصر رو بر سر همه ما، خصوصا جوانان ما، کشور ما، شیعیان عالم لحظه به لحظه برقرار بدار. خدایا ما رو از ماه رمضان با نورانیت بیرون ببر. محبت دنیا رو در دل ما کم کن، محبت خودت رو در دل ما بیفزا، محبت قرآن و محمد و آل محمد رو در دلهای ما اضافه کن. به نور این محبت ما رو از معاصی خودت در امان بدار. ولی این حدیث رو هم که یادم اومد بگیم، در مناجات شعبانی است که خدایا من قدرت ترک معصیت تو رو ندارم، لم اکن لی حولون فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر موقعی که دل من رو به محبت خودت بیدار کن. خدایا دلهای ما رو به نور محبت خودت بیدار کن. یه کاری کن ما تو رو دوست داشته باشیم که دیگه معاصی رو دوست نداشته باشیم. انشاءالله تعالی رمضان پربرکتی داشته باشید. اللهم قرر ثم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.